سلام، آنیتا حراتی هستم. با ادامه بخش تئوری پیشرفت راجع به گام‌های مینور قرار با هم همراه باشیم. همونطور که ما مثال زدیم، پایه و اساس گام ماژور رو دو ماژور قرار دادیم به خاطر نیم پرده هایی که به صورت استاندارد بین نوتامون بود. میتافا و سیتاتومون نیم پرده ای بود و منطبق بر گام دو ماژور بود. یه جوری دو ماژور علامت ما میشد که اگر گام دیگه ای رو خواستیم بر اساس آنالیز گام به دست بیاریم راحت باشیم. همین اتفاق برای گام مینور هم میفته. گام های مینور ما سه دسته: تئوریک، ملودیک و هارمونیک هستن. که گام مینور تئوریک مینور ساده ما هست و ما از این گام شروع میکنیم که میتونن در گروه گام های دیز دار و به مول دار قرار بگیرن نوتامون. گام پایه و اساس لا مینور رو برای خودمون لا مینور در نظر میگیریم. یه گام لا تا لا رو مینویسیم و پرده بندی میتافا و سیتا دو رو قرار میدیم. میشه یک نیم یک بین دو دانگ یک پرده فاصله نیم یک یک. اینو حتما یادداشت کنید تو دفتر نوت پنج خط و خودتون هم بررسی کنید. بین میتافا و سیتا دو اگر نیم پرده فاصله باشه، پرده بندی گام مینور تئوریک مینور ساده ما یک نیم یک، یه پرده بین دو دانگ فاصله و نیم یک یک در میاد. اگر بخوایم یه مثال دیگه بزنیم، مثلا سول مینور، میام یه گام سول تا سول رو آنالیز میکنم، مینویسم بر اساس پرده بندی میتافا و سیتا دو که نیم پرده است. حالا میام منطبق میکنم، میگم که خب توی گام مینور من قرار بود من یک نیم یک، نیم یک یک و بین دو دانگ یک پرده فاصله داشته باشم. اینجا میرسم به اینکه سی بمول و می بمول باید داشته باشم، به خاطر اینکه به خاطر این پرده بندی گام مینور من باید فاصله بین سی رو از لا کمتر میکردم، سی رو به لا نزدیک میکردم، پس بمولش کردم. ر و می رو هم باید نیم پرده میکردم، یعنی می رو بر میگردونم به ر نزدیک میکردم، بمول میکردم. و اگر بخوام یه مینور دیز دار مثال بزنیم، می مینور که علامتش میشه فا دیز، چون اگر یک گام می تا می رو بنویسم و یک نیم یک بین دو دانگ یک پرده فاصله و نیم یک یک رو بخوام منطبق کنم، مجبورم که فاصله فا تا می رو زیاد کنم، فا رو دور کنم، فا رو دیز کنم.